بیننده های عزیز سلام، من جنادری هستم، مسئول بنیاد شاهنامه و به نمایندگی از بنیاد شاهنامه و دوستایی که آرزو دارن صحبت در رابطه با زنده یاد استاد انجینیر عثمان داشته باشم، با خانواده و خواهر عزیزشان کبرا جان و استاد محترم آقای نگارگر. امروز هفته جولای 2018 استاد لطف کردن درخواست ما رو پذیرفتن و لحظات صحبت با ایشان خواهد داشتیم. لطفاً با ما باشید. خب عرض بکنم خدمت شما که مرحوم انجینیر عثمان در تاریخ افغانستان یک حادثه بود، یک حادثه زود گذر. یک وقتی بود که در افغانستان شرایطی که در افغانستان وجود داشت بر جوانای افغانستان یک قسم نهیب میزد که به سیاست علاقه بگیرند. بنابراین مرحوم انجینیر صاحب عثمان خان در حالی که در رشته ریاضی در امریکا درس خوانده بود و ماستری خود از امریکا گرفته بود و همون رقمی که شما خودتان میفهمین و شاگردش بودین، در ریاضی استعداد بسیار عجیب داشت. لکن دامو وقتی که تازه از امریکا برگشته بود در فاکولته ساینس، استادان آلمانی درس می دادن و انجینیر صاحب عثمان خان می خواست که استادای آلمانی که در افغانستان درس می دادن منافع افغانا را در نظر بگیرند و نگذارند که شاگردان در فاکولته تمایلات آلمانی پیدا کنم و از افغانیت خود بیگانه شدم. بنابراین اولین جنبشی که در فاکولته ساینس پیدا شد مظاهره شاگردان بر ضد استادان آلمانیشان بود و در نتیجه این مظاهره مرحوم انجینیر عثمان از جانب حکومت محکوم به 2 سال حبس شد و زندانی شد. بعد از او در زندان طبعا زندانی بسیار متشبث و کنجکاو با کتاب و مطالعه و ایگپا علاقه گرفت و در همون مرحله خاص فکر کرد که از ریاضی که سیاست برای افغانستان مهم است و در خط سیاست افتاد. و وقتی که 2 ساله زندان خود تیر کرد، از زندان بیرون آمد، در فکری بود که جوانا را به دور هم جمع بکنم و همراهشان صحبت بکنم و در این حالت بیشتر طرفدار تمایل چپی ماویستی در افغانستان بود و در این وقت جریده معروف شعله جاوید میخواست نشر شود. مرحوم دکتر هادی مامودی و مرحوم دکتر رحیم مامودی هر دویش از ما و از انجینیر صاحب عثمان خان تقاضا کردند که با این شعله جاوید همکاری بکنم. البته من شخصا طرفدار همکاری کتی او جریده نبودم، لیکن انجینیر صاحب بیشتر سریعی اصرار میکردن که یک دفعه یک اندیشه بیرون میبراید، بعد از او جوانا را به دور خود جمع میکنه و بنابراین میتونیم که جوانا را سازماندهی کنیم و به حساب یک مبارزه انقلابی را به وجود بیاریم. به هر صورت شعله جاوید 2 هیئت تحریر جداگانه داشت. یعنی یکی هیئت تحریر ظاهریش بود که در دفتر شعله جاوید می نشستن و کار علنی می کردن، که او انجینیر صاحب عثمان خان بود، دکتر صاحب رحیم مامودی بود، دکتر صاحب هادی مامودی بود، دکتر عبدالله مامودی بود
و نامایشون در جبین شماره های یازدگانه شده جاوید وجود داره و از کسایی که شعرهایشون در اوجه چاپ می شد جناب واصف باختری بود و من خود ما بودم که بعضی ها به عمود تصور فکر میکردم که ما و واصف باختری با هم برادر هستیم و البته در او وقت ما هم مضطرب باختری تخلص میکردم. به هر صورت شوره جاوید امرو با مظاهرات شاگردا بود و نتیجهش ای بود که امغایت تحریر و دیگه کسای دستان در کارایش زندانی شدن و در زندان وقتی که ما سر مسائل فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم که بدبختانه شوله جاوید سبب به وجود آمدن یک قسم مارکسیسم علنی در افغانستان شد. این کدام سال ها بودسته؟ این سال های 47 شوله جاوید برآمده بود. 1347. گپ به جایی رسیده بود که مثلا شاگرداد احاطه پوهنتون کابل شعار می دادن که قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون می آید. و وقتی که دوسیه متهمین شوله جاوید در محکمه رفت، اینا در مرحله اول 5 نفر در محکمه اول محکوم به اعدام کردند و بعد از او در دوره استیناف انجینر سه به حساب یک دندگیه که داشت گفت ما استیناف طلب های چیز نیستم و ضمناً در محکمه گفته بود که برای ظاهر شاه بگوین که مرا همه قبض بده که خودش دوام میکنه. 13 سال این سلطنت دوام نداره. و همون بود که در سالی که ما زندانی بودیم، ما در سال 47 زندانی شدیم و در سال 52 داودخان کودتا کرد و سلطنت ظاهر شاه خلاص شد. و او 13 سالی که برای انجینر صاحب حبس داده بودن او رو پوره نکرد. تشکلی که به وجود آمده بود از جوانا مربوط کدام سازمان سیاسی میشد؟ متاسفانه سازمان سیاسی از نظر ما و انجینر صاحب عثمان وجود نداشت، به خاطری که در مرکز شوره جاوید ما و او بودیم و یک سازمان سیاسی امکان نداره که دو نفری را که هیچ نمیشناسن و پیششان سوابق سیاسی نداره در مرکز خود میگیرن. از او خاطر ما وجود هیچ گونه سازمان ما و انجینر سبون نداشت. اونا پسان وقتی که ما در زندان بودیم ما یک نامه نوشته کرده بودم برای مرحوم اکرم یاری که شما یک نوع جنبش مارکسیستی علنی را به وجود آوردین و این بسیار خطرناک است برای افغانستان. مقاله تان استاد عنوانش چی بود؟ نه، من عنوان نداشت، فقط به صورت یک نامه از زندان نوشته کرده بودم. درست. او در کدام جای چاپم نشده، هیچ چیز نشده. شاید در جمله اسناد اونا باشه، لیکن من خبر ندارم. اما ما در اون نامه مارکسیسم علنی را انتقاد کرده بودم و از جنبش هایی که در پوهنتون رخ میداد انتقاد کرده بودم که این چیزا هدف ما نبود. بالاخره اینا آمدن و ادعا کردن که ما متعلق به یک سازمان به نام سازمان جوانان مترقی هستیم و اخبار شوره جاوید هم یک اخبار سازمانی است و ایراد ما ای بود که این اخبار به حساب فیصله وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به وجود آمد. پس آیا شما قبلا با اطلاعات و فرهنگ افغانستان کدام سازش زیر پرده داشتین؟ و مخصوصا که در این جریان امو استاد محترم ما که بخیر پری روز از جهان رفتن، یعنی استاد زمان،
این در خانه ما همراهش صحبت کرده بودم و ای از ما پرسان کرد که امی جوانایی که دور شما جمع شدن شما ای رو میشناسی؟ ما گفتم نی. گفت که ظاهرشاه زیر فشار چین است که شما برای روسا امتیاز دادین و حزب دموکراتیک خلق به وجود آوردین، لکن برای چینایا هیچ چیز نیست. بنابراین بسیار زود یک حزب مارکسیستی علنی طرفدار چین به وجود می آید. و وقتی که ما در زندان بودم این گپای مرحوم زهما در گوش ما زنگ می زد که راستی اخبار توسط دولت اجازه داده شده و توسط دولت به وجود آمده، بنابراین امکان داره که شاه زیر فشار چین تسلیم شده باشه و قبول کرده باشه که یک حزب مارکسیستی علنی طرفدار چین در افغانستان به وجود بیاید. فکر میکردم اون جریان دموکراتیک نوین باشه. به هر صورت ما 5 سال زندان تیر کرده بودیم. البته وقتی که مسائل در استیناف رفت، محکمه استیناف افسار پایین آورد، لیکن مثلا دکتر عادی خان محمودی 8 سال باید در زندان میموند، من 6 سال باید در زندان میموندم، اما تو مرحوم سید کاظم دادگر و سید بشیر بهمن و کسای دیگر. لیکن به حساب مقررات زندان بعد از 5 سال، یعنی در 1351 من از زندان بیرون برآمدم و انجینر صاحب در زندان بود. لیکن وقتی که من بیرون برآمدم، من امرای یک مؤسسه که همی شفاخانه نوره کمک میکرد به نام IAM، یعنی International Assistance Mission. این یک میسیون عیسوی بود که تینا کار میکردم و دووج اونا یک مکتب به نام Alman Academy داشتن که من معلمین اورام فارسی درس می دادم. در اونجا کتاب جزایر گولاگ سولجنیتسین هم خوندم و انیمال فارم خوندم و بعضی کتابایی که ضد اندیشه های کمونیستی نوشته شده بود و بنابراین پیش من این احساس پیدا شد. یک کسی همی دوست ارجمند ما پرتو نادری چند وقت پیش یک شعر مرا که در شعله جاوید نشر شده بود ذکر کرده بود که اینمی شعر برای ما ایدیال بود و در اوج من گفته بودم که تو شاهینی قفس بشکن با پرواز و مستی کن که بر آزادگان داغی اسارت سخت ننگین است. بنابراین مکت خود فکر میکردم که دیگه من او شاهینی نیستم که قفص باید شکستانده باشم. من کوشش دارم که یک قفص دیگه به مراتب بدتر از این قفص دوران ظاهرشاه ایجاد بکنم و او قفص اندیشه های کمونیستی است. بنابراین من باید از این قفص خود نجات بدم. پس در سال 1351 بود که اعتقاد من نسبت به اندیشه های چپی موتسیتون صدمه دیده بود. دیگه من فکر میکردم که این یک قفص تازه است و چون هنوز انجینیر سیب عثمان خان در زندان بود و من روزای یک شنبه به دیدن او در زندان میرفتم و هم صحبت میکردیم، کم کم من برش میگفتم که من از سیاست بیزار شدیم، این سیاست چیزی به دست نمیده. اصلا زود بیزار شدیم، چرا؟ خب چرا نخواستیم مقاومت کنیم؟
خود سوال بسیار دلچسب است، مقاومت برای چی؟ ما تا امروز مقاومت کردیم، چندین بار زندانی شدیم و در وقت ببرک وقتی که زندانی بودم برای من میگفتن فقط یک شولهی را نام بگی و ما همون شولهی را که از دنیا رفته بودن میگفتم که وارم میشناختم. وقتی که راجع به همون دوران خود پرسان میکردن من میگفتم که سال هاست که ما از سیاست جدا شدیم. بنابراین او جوانی که صنف هفت بود عالی از دوازده فارغ شده و برای خود یک ختمش سیاسی داره، پس من شولگی های امروزه را هیچ نمیشناسم. راجع به هیچ کدامش هیچ چیز نگفتیم و بسیار سر من فشار آوردن که عضو اتحادی نویسنده ها شو بگفتیم، من نویسنده نبودم. عضو اتحادی شعرا شو گفتیم، من شاعر نبودم، نیستم. ای کلش مقاومت است. لیکن من نسبت به اندیشه که دیگه اعتقاد نداشتم، نه مردم میتونستم فریب بتم، نه خودم میتونستم که فریب بتم، و مقاطعه با او اندیشه هم کار آسان نبود. من گفتیم او میراجان نکهت که مولاناوار یک جنون نشان دادم که این اندیشه ها به درد این جامعه نمیخوره. اما به هر صورت اون موضوع دیگه است، وارد او جزئیات نمیشیم. خب یک سوال اما استاد، میرونه مقاله نشر شد به نام پس منظر تاریخی که این باعث به گمان اغلب باعث انشاء به مجریان سیاسی نمین جوان شد. ایره که نوشته کرده بود؟ ایره مجید کلکونی. بله ایره نه من نوشته کردیم، نه انجینر عثمان نوشته کرده، ایره مجید کلکونی نوشته کرده بود و در زندان برای ما روان کرده بود. و ما کتی بعضی از مسائل و پس منظر مخالف هم بودم و این مخالفت خودم گفتیم، اما به هر صورت او مسئله است که یعنی بعضی ها او را مثلا دکتر اسپنتا در کتاب خود او را به من نسبت داده پس منظر نوشته من نیست، نوشته انجینر عثمان هم نیست، نوشته مجید کلکونی است. و اتاب ما تا مدت ها نسخه او را به قلم خود مجید کلکونی داشتم. اما به هر صورت وقتی که من از سیاست جدا شده بودم سال 52 داوودخان کودتا کرد، سلطنت خلاص شد و انجینر سیف عثمان خانم از زندان برآمد. وقتی که او از زندان برآمد من روزه می گرفتم، نماز می خواندم. این خوار شاهد است، ما در یک خانه زندگی می کردیم و انجینر سیف با تعجب طرف مسائل میکرد و ما برش میگفتم که انجینر سیب ما کتی تو راجی به این موضوع بحث نمی کنم لیکن دعا برت میکنم. بالاخره بعد از مدتی که ما جر بحث کردیم اردوی ما به این نتیجه رسیدیم که ما باید از سیاست جدا شدیم. ما برش پوست کنده برش گفتم که برای خودت امکانات خدمت از رای ریاضی بیشتر بود. تو او چیزی که برش درس خونده بودی و این ملت سر تو حق داشت او را ترک کردی و در سیاست رفتی که هیچ نتیجه نمیگیری. بالاخره ای گفت که درست میگی. یک شب با امو دوستای حلقه که مرحوم مجید کلکانی هم اوجه حاضر بود و دیگه دوستاییم که کتی ما ارتباط داشتن کتی اینا ششتیم و من تمام چیز برشان تشریح کردم و گفتم که من نسبت به ماویزم از دو جهت اعتقاد ندارم. یک ماویزم در یک کشور بسیار بزرگ که نامش چین بود و دولت متمرکز نداشت به وجود آمد و از خوششانسی ماوتسیتون ژاپن سر او کشور تجاوز کرده بود، حکومت مرکزیش ضعیف بود، هلیکوپتر وجود نداشت،
دی بشر ارتباط نگرفته بود موتتون، شعار معاصره شهرها از طریق دهات داده، لیکن بعد از موتتون شما یک نمونه دیگه نشون بدین. این خلاص شده اجتماعی همون کشور سرزمین چیزی بود؟ از این شما یک تعمیم ناقص کردین و یک چیزی جور کردین، این به دردتان نمیخوره و شما به چریکای شهری مثل که در اروپا بدل شده ممکن است بدل شوین، دیگه چیز نمیشه. اما به هر صورت من شخصا به این سیاست چپی شما اعتقاد ندارم و من دیگه کتیتان سیاست نمی کنم، لیکن تمام رازهای درونی حزبی شما را تا روز مرگ خود بهش خود نگاه میکنم. و اینا گفتن که فقط یک چیز ما از تو میخواییم که جرباس علنی نکنی، هم گپایی را که برای ما گفتی را نوشته نکنی. ما گفتم خوب است، من کتی مسائل کار ندارم چون من سیاست نمی کنم، از او خاطر کتی سیاست شما هم کار ندارم. حتی دوستی ما تا دو سه سال بعد از اینکه ما سیاست نمی کردیم هم کتی ما دوام داشتم، از مجید کلکانی هم کتی انجینیر سه، یعنی ما با هم مناسبات دوستانه داشتیم و با وجودی که ما سیاست ترک کرده بودیم هر فصل انگور که می شد کلکانی بیچاره یک دو سبد انگور در خانه ما روان می کرد و ایره خوار می گفت و دلچسپی است که یک یازنه داشت که در وزارت داخله پلیس بود و مسئول تعقیب کلکانی هم بود و کلکانی بری می گفت که خوار دو سه دفعه من تفنگچه را گرفتیم برای به شقیقه یازنه تو که را بزنم، لیکن تو یادم آمدی که بازمی جواب ینگره چی بگویم که من یازنه شا بزنم. یعنی این روایت ها هم بود و ما هم کتیشون جربست نکردیم، سکوت کردیم و بنابراین ما از سیاست جدا شدیم و انجینیر سیوم جدا شد. اینالی ما در امو آی ایم که برای تون گفتم زبانای افغانی را برای خارجی هایی که در افغانستان می آمدن، چون افغان ها زبان انگلیسی یاد نداشتن، برای اونا فارسی، پشتو و حتی ازبکی درس می دادم. و انجینر صاحب عثمان خان گفت که خب تو خونه کارت پیدا کردی، لیکن من چی کنم؟ او کتی ابراهیم جان بابوری در کارتی چار به نام کورس راهنمای ساینس شریکی با هم کار می کردن، درس می دادن. بعد از او انجینر سب دید که تقاضا زیاد است، گفت چطور است که من کورس خود جدا کنم؟ گفتم جدا کنم بسیار خوب است، چرا نه؟ کورس خود به نام کورس راهنمای علوم جدا کرد و ایره درس داد و شما هم یکی از مراجعینش بودین و به امو حساب انجینر سب عثمان خان سر جوانای این مملکت حق بزرگ داره، نه به خاطری که سیاستمدار بود بلکه به خاطری که ریاضیدان بود و ریاضی درس داده و زمینه ایر آماده ساخته که بسیاری از جوانا در پوانتون کابل کامیاب شد. وقتی که این کودتای ثور رخ داد میفهمین که چه کردن برای که مانع کورس انجینر عثمان شوند. انجینیر صاحب خواستن در وزارت مالیه که برای ما بیلانس بده به خاطر که تو عاید داری از این کورست و ما به حساب او از تو تکس میگیریم. انجینیر صاحب قبول کرد از پولی که از شاگردان میگرفت 25%ش برای دولت تاویل میکرد که مقصد شما هم کورس بانین و او کورس خود با تمام مشکلاتی که سرش آوردن دوام داد تا ای که باز در دوری ببرک ما را اردوی ما را زندانی ساختن و این زندانی شدن دوم ما که کاملا ناحق بود سر ما بسیار فشار آوردن، کوته قلفی ها کردن، البته شکنجه ما را نکردن، نه او را شکنجه کردن نه مرد.
لکن شکنجای روحی خاصه که زندان داره او به حال خودش باشه. در شخصیت های مثل شما تا فضای کرکین هم که کس بسته کنه من فکر کنم بسیار دشوار باشه اگر شما نخواسته باشه. خب ما یعنی بودن در یک زندان در خودش شکنجه استاد در کوت قلفی بودیم و این مسائل وجود داشت، کسی را نمی دیدیم و حتی لباس ما را از بیرون نمی گرفتن و در بیرون مردم فکر می کردن که ما را کشتن و تمام فشارشون سری بود که شما در جبهه پدر وطن بیاید. و ما امو اختای مرحوم فتی فرقمشر خدا مغفرت کنیش ترور شده بود در کابل. ما میگفتم که امی فتی فرقمشر در جبهه پدر وطن شما رفت چی فایده کرد که ما فایده کنم و برای شما چی حاصل؟ خب من را مثل اون فتی فرقه میشه یک کسی میاد ترور میکنه، حاصل شما چی؟ من نمیرم، 20 سال اگه من را در زندانتان نگاه کنین من برخلاف وجدان خود برای کس تعهد نمیتونم، نه در اتحادی شعرهایتان میرم، نه در اتحادی نویسندهایتان، نه در جبه پدر وطنتان. من نه شاعر بودیم نه نویسنده بودیم. هر جوان در جوانی خود یک سه چهار حرف به عنوان شعر میگه، من هم امو کار کرده بودم دیگه. بعد از اون سال هاست که من شعر نگفتم. هیچ نمیشتنستم؟ سال ها شعر نگفته بودم، لکن در زندان باز دفعه دوم شعر گفتیم. در زندان او یک شعر بسیار معروف است در سرش یک آیه از انجیل هم نقل کردیم که راحیل بر فرزندان خود گریه می کند زیرا که دیگر وجود ندارند. او شعر متاسفانه پیری قدرت حافظه را از من گرفته ولی به یاد ندارم که براتون بخونم، لکن در فیسبوک ما از خودتان پیدا کرده میتونین او را میتونین از اوجا نقل کنین. و او را در یک مجلسی که در لندن در باره سلیمان لایق ساخته بودن او را خواندیم، دیویدیش در برمنگم پیش ما هست. ما زندان که بر آمدیم اینجنیر سیب به ساینس خود در فوق کورس راهنمای علوم دوام داد و من تا ای که ما در سال 84 بود که من از افغانستان برآمدم، به خاطر که هم بچه ما که حالی در برمنگم دکتر است و او فکر میکرد که شما هم در کورس اگر بوده باشین او را حتما میشناسین، چون او هم کارای پارچای شاگرد دارم. آریان او میگفت که من باید بشناسم منیژه جان اگه دمو دورا باشه، لیکن ما در سال 84 ای میگفت که تو تنها برو بازوشه که زندگیت یک چیزی به یک جای رسید. باز ما هم خواهد آمدیم، ما گفتم نه ما یک جای میریم، ما تشویش نمیداشته باشم. آمدیم و در پشاور بعد از او باز در پشاور دیدم که افغانستان رفته، از پشاور یک خط برای کسی که میرفت برای انجینر صاحب نوشته کرده بودم که انجینر صاحب این مملکت که من میبینم کل مردمش مهاجر میشه، تو هم مجبور میشی که مهاجر شوی یا اگر در کابل برسن گذران تو نمیشه. راستی که یا در سال 92 در کابل رفتن و دیگه گذران انجینر صاحب نشد و چورچورک در کابل شروع شد و در او اسلام آباد آمد. وقتی که در اسلام آباد آمد من رفتم اسلام آباد، کشیدیم و قصه کردیم و گپا. فقط یگانه تشویشی که داشت این بسیار نقطه دلچسب است، میگفت من چرت میزنم که اگه در پاکستان یک کسی مرا ترور کنه یا مرگ طبیب سراغ ما به این دخترکای ما چی میشه آینده یا. و ما برش گفتم که این چی نرسه، ما از تو که برای مرگ آماده تر هستم، بخاطر که هر دو بچه خود تربیه کردیم کلان شدن و درس رای زندگی خود یافتن، مثل تو اولادای صغیر من ندارم.
بنابراین مرگ از تو که برای ما طبیعی تر است. لیکن اگر اراده خدا برعکسش رفته باشه، اگر تو مردی دخترای تما دخترای خود دوری کلام میکنم این چورت نزد. و امو بود تقدیر امو رقم رفته بود که در سال 95 برای ما تیلیفون کردن که انجینر سیب فوت کرد. باز ما رفتیم در اسلام آباد و دختر کاره دیدیم و در او جردوی ما شش ماه ماندیم تا که دانستیم که دختر کار کتی خود ببریم در انگلستان. آلی اردوگه کش یکیش در انجینری ماستری خود گرفته و قرار از پیچدی خودم بگیره استاد فاکلته خود است. رشته سیویل انجینیرینگ چارترد انجینیر است. اما خاردرکش که نامش مریم بود نگین میگفتنش. و او لیلیش هم ماستری خود در کمپیوتر پروگرامینگ گرفته و اردو برای ما دوتا دخترای بسیار مهربان شدن که یکان وقت از بس که کتیما محبت و مهربانی میکنن باز ما به یاد پدرشون میفتم و مرا گریه میگیره و چرت میزنم که مرحوم انجینر عثمان مستحقی مهربانی ها بود لیکن خداوند از او گرفته و این دخترها را برای ما داده. و البته یک چیز هم برتان بگویم که این دخترها بعد از دست دادن مادر و از دست دادن پدر نسبت به محبت کاملا به اعتبار شده بودن. هیچ محبت باور نمی کردن و برای ما این بسیار مشکل بود که اونا را دوباره به انسانای نرمال و عادی تبدیل کنیم که گذشته را فراموش بکنن و درس بخورن. و خوشبختانه روزی که دخترک خوردش نگین شادتنامه ممتاز از یونیورسیتی منچستر گرفت و ما اوج رفته بودیم آمد دستای خود در گردن من دخت و مرا گریه گرفت. بسیار گریه کردم و چرا گریه میکنی؟ گفتم بچیم پدرت یادم میاد این خوشی تو را او باید میدید. و او بسیار به امون سن خوردی و شار فیلسوفانه برای ما گفت که خدا پدر ما را گرفت لکن ایوزش برای ما تو را داده. تو پدر ما هستی، ما دیگه سر غمای گذشته فکر نمی کنم. و امروز ما راستی احساس میکنم که دخترای خود ما هستند و برای امونگینش وقتی که شادتنامه ممتاز گرفت و از منچستر فارغ شد و دوج اسیستانت قبول کردنش برای او هم یک شعر گفتیم که او هم در کمپیوتر ما هست و اگر پروگرام شما ایجاب کرد و از دخترک پرسان میکنم و اجازه داد او را برای شما روان میکنم. ای هست. البته ما و انجینر عثمان خب یک موضوع دیگام است که خالی ما خانم کاکای ای بود و ما شاید 5 ساله بودم که پدرم فوت کرد و به اصطلاح یتیم ماند و کاکای ای ما را در خانه خود به اصطلاح زیر بال گرفت و کلان شدیم. بنابراین ما از طفلی با هم میشناختیم، با هم صمیمیت و محبت داشتیم. دیگه با خیالم که صحبت ما همیجا تمام میشه قصه طفلی شد. برمیگردیم به شما استاد. هر وقت که برگشتیم ما در خدمت هستم.